اسلام تمام تأکیدش این است که باید مسلمان ها با هم وحدت داشته باشند. آقایی با وحدت این همه نیروهایی که در جهان اسلام است، از منابع گرفته، از جاهای حساس گرفته، از همه جهت ها نیروهای مختلفی که دارد، اگر وحدت داشته باشد آقایی از جهان اسلام است. و روی این جهت بود که مرحوم آیت الله عظمای خمینی رحمت الله علیه، امام خمینی، هفته ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام را که بنا به قول اهل سنت 12 ربیع الاول، بنا به قول اهل تشیع 17 ربیع الاول، گفت چی بهتر که این هفته هفته وحدت باشد که شیعه و سنی در ولادت با سعادت پیامبر اکرم و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، باید به فرمایش پیامبر، به ولادت پیامبر، به اسم پیامبر، به قواعد و قوانینی که پیامبر مکرم اسلام آوردن، باید با هم هماهنگ باشند، با هم وحدت داشته باشند، با در مقابل دشمن مشترک، نه اینکه در مقابل هم دیگر جهان اسلام با هم بزنند، با هم اختلاف داشته باشد، با هم نفاق داشته باشد، این هیچ. و روی همین جهت دشمنان اسلام امروز فقط و فقط وسیله که میخواهند اسلام و مسلمین را تضعیف کنند، از بین ببرند، فقط تمام حربش همین ایجاد اختلاف و نفاق است. و روی این جد اسلام زیاد تأکید دارد، بعد از مسئله توحید، توحید الهی، مسئله به اهمیت مسئله وحدت در جهان اسلام و در قوانین اسلام وجود ندارد. از همه قوانین اسلام، از همه واجبات، واجبتر مسئله وحدت و هماهنگی بین جهان اسلام است. روی این جهت هفته وحدت در حقیقت می تواند مرکز وحدت برای جهان اسلام باشد. وجود مقدس پیامبر مکرم اسلام، ولادت پیامبر، آوردن این به دستور و شریعت پیامبر، همه اینها می تواند زمینه وحدت برای جهان اسلام باشد که سعادت و آقایی و همه برای ترقی و تکامل جهان اسلام و مسلمین وابسته به جهان، به وحدت و یگانگی است.